سلام به همراهان عزیز قصه های نیمه شب. امیدوارم که حالتون عالی باشه و یک شب دیگه ما رو با داستان های جذاب مثنوی همراهی کنید. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشت هم عرب و هم عجم. حکایت خلیفه‌ای که از حاتم طایی بخشنده تر بود. روزی از روزها که مثلش فراوان، در روزگاران پیشین خلیفه‌ای بخشنده حکومت می‌کرد که بخشش او از بخشش حاتم طایی نیز افزون تر بود. او پرچم بخشش و عدالت را چنان برافراشته بود که فقر و نیازی در جهان باقی نمانده بود. سخاوت او گوهری در دریا و معدن باقی نگذاشته بود و عدالت او سراسر جهان را فرا گرفت. در جهان خاکی او مانند ابر و باد بی دریغ می بخشید و در حقیقت او مظهر بخشندگی پروردگار وهاب بود. درگاه آن خلیفه قبلگاه حاجات نیازمندان بود و شهرت بخشندگی او به همه جا رسیده بود و مردم کاروان در کاروان به سوی او راه می سپردند. همه اقوام از فارس و روم و ترک و عرب از سخاوت او شگفت زده بودند و همگی از بخشش او آب حیات و زندگانی یافته بودند. شبی یک زن عرب بیابانگرد با شوهرش مشغول درد دل کردن و گفتگو بود و از فقر و بیچارگیشان شکایت میکرد. زن خطاب به شوهرش گفت همه عالم در خوشی هستند اما ما در فقر و تنگدستی زندگی میکنیم. فقر ما چنان بی حد است که نانی در سفره نداریم و به جای نان درد و رشک می خوریم و به جای آب اشک چشم. لباسمان در هنگام روز پرتو و گرمای خورشید است و زیر اندازمان در شب نور ماه. در اثر گرسنگی دچار جنون شده ایم و قرص ماه را در آسمان قرص نان تصور می کنیم. حتی درویشان نیز از ما ننگ دارند چون فکر و ذکر ما نان و آب است. خیش و بیگانه از ما گریزانند، دیگر حتی کسی یک مشت عدس هم به ما قرض نمی دهد. ای مرد، فخر عرب به جنگیدن و بخشیدن است اما تو در میان آنان از این دو هنر بی بهره ای. از شدت گرسنگی توان جنگیدن نداریم و از شدت فقر توان مهمانی دادن. ما که به مگس هم رحم نمی کنیم و او را شکار می کنیم. اگر مهمانی به خانه امان بیاید، به جامعه او دست برد می زنیم. مولانا از زبان زن ادامه می دهد که دانایان به همین دلیل گفتند که فقط مهمان نیکوکاران شوید. ای سالک، تو مهمان کسی شده ای که نه تنها به تو چیزی نمی بخشد، بلکه حاصل دین و عمرت را نیز تباه می کند. آن پیر مدعی، خودش توانایی ندارد تا چه رسد به این که بخواهد تو را توانا کند و نوری ندارد که به تو ببخشد و تو را تیره خواهد کرد. آنکه خودش کور است چگونه میتواند چشم بیماری را علاج کند؟ این مدعیان که حتی بر سخنان بایزید بسامی خورده میگیرند بویی از معرفت حقیقی و نور الهی نبردند. حرف درویشان بدزدیده بسی تا گمان آید که او هست خود کسی. زن گفت حکایت ما در فقر و رنج مانند حکایت مدعیان دروغین است. نه تنها چیزی برای بخشیدن به دیگران نداریم بلکه حاصل کار آنان را غارت می کنیم. با وجود این نشانه های قحطی 10 ساله در چهره ما نمایان است. شکوه و شکایت مبالغ آمیز زن که قصد تحریک مرد را داشت در شوهرش تأثیری نکرد و از این رو با آرامش پاسخ داد ای زن، مگر چقدر به پول و درآمد نیاز داری؟ مگر از عمر ما چقدر مانده است؟ بیشتر آن گذشته است. انسان خردمند به کم و زیاد معاش توجه نمی کند چون که این هر دو مانند سیلی گذرا هستند. سیل چه صاف باشد و چه تیره یکسان است چون گذرا و ناپایدار است. در این جهان هزاران جانور زندگی می کنند و روزی خوار خداوندند بیان که دوچار پریشانی شوند. همه پرندگان از جمله فاخته و بلبل و باز به شکر نعمتهای خدا مشغولند و به رزاقی او اعتماد دارند و تنها به بخشش خداوند دل بستند. همه موجودات از پشه تا پیل روزی خوار خدایند و غمی ندارند.
این غم و اندویی که ما انسان‌ها داریم به علت حرص و زیاده خواهی ما است. این غم داشتن دامی است که عمر ما را نابود می‌کند. این درد و رنج‌ها رسول مرگ است و به ما هشدار می‌دهد که مرگ در کمین است. هر که شیرین می‌زید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. مرد از این نو سخنان برای قانع کردن و آرامش زنش به زبان راند و با کمی گلایه به او گفت: تو جوان بودی و قانع تر بودی، زر طلب گشتی، خود اول زر بودی. تو در آغاز زندگی مشترکمان جوانی پرتراوت بودی و قانع تر بودی، حالا به دنبال طلا هستی در حالی که خودت اول طلای با ارزشی بودی. تو مانند درخت انگوری بودی پر از میوه، چرا در هنگام رسیدن انگورها فاسد شدی؟ با گذر عمر باید میوهت شیرین تر شود، نه اینکه مانند تناب بافان عقب عقب بروی. تو همسر من هستی و باید با هم همتراز و همفکر باشیم تا کارها به خوبی به پیش برود. مانند یک جفت کفش که هر دو لنگه آن باید همگون هم باشند وگرنه بیفایده‌اند. همگون هم باشند وگرنه بیفایده‌اند و هر دو را باید کنار گذاشت. من با قناعت دلم را محکم و استوار کردم. تو چرا از این کار من عیب‌جویی می‌کنی؟ مرد قانع، خالصانه و سوزناک با این گونه سخنان زن را نصیحت و به آرامش دعوت می‌کرد. زن از سخنان مرد برآشفته شد و بر سر او فریاد زد که ای مرد ریاکار، من سخنان فریبنده تو را نمی‌پذیرم. این سخنان پوچ و ادعاهای بزرگ را کنار بگذار. چقدر با آب و تاب از کاروبارت حرف میزنی. کار و حال خودت را ببین و شرم کن. خود بزرگ بینی زشت است، به خصوص برای گدایان زشت‌تر است. تا کی میخواهی این ادعاهای دروغ را بیان کنی و تکبر بورزی؟ تو کی اهل قناعت بودی؟ تو از قناعت فقط نامی آموختی. قناعتی که پیامبر به آن دعوت میکند مانند گنج روان است، اما در زندگی تو رنج روان حاکم است. تو مرا دیگر همسر خود نخوان. دیگر حق نداری مرا مسخره کنی. من اهل انصافم و با دغل کاری چون تو جفت و همراه نمی‌شم. زن با اعتراض ادامه داد: تو عقل خودت را از عقل دیگران افزون‌تر می‌دانی؟ هنوز مرا نشناختی. آن عقلی که با آن افتخار می‌کنی از بی‌عقلی بدتر است، چون که عقل تو باعث گرفتاری و بدبختی می شود. پس در نتیجه آن عقل نیست، بلکه ما را عقرب است که به دیگران نیش می زند. عجبا، تو خودت هم مار هستی و هم مارگیر. تو با کلمات زیبا می خواهی مرا فریب بدهی و نام خدا و ارزش های دینی را دام فریب قرار دادی. از خدا می خواهم که به حرمت نام خودش حق مرا از تو بگیرد. زن از این گونه سخنان تند و خشن به شوهر خیش گفت و شوهرش را ناراحت کرد. مرد با زبان نصیحت گفت: ای زن، تو زنی یا مایه غم و اندوه؟ به گفته پیامبر فقر مایه افتخار من است. قناعت و استغنا انسان را به کمال می رساند. مال و ثروت مانند کلاهی است که بر سر نهاده ای. کسی که کچل است حاضر نیست در هیچ شرایطی کلاه از سر بردارد، اما کسی که زلف زیبایی دارد اگر کلاه از سرش بیفتد زیباتر جلوه می کند. در حقیقت در که گوهر درویشی و قناعت کار تو نیست و از حد فهم تو بالاتر است، چون درویشان رزقی برتر از مال و ثروت در نزد خدا دارند. امتحان کن فقر را روزی دوتو تا به فقر اندر غنا بینی دوتو. اگر فقر را به درستی بیازمایی، تو در درون فقر بی نیازی مضاعفی میبینی، چون در فقر عزت و شوکتی را مشاهده میکنی که خداوند به بندگانش بخشیده است. بعد از این سخنان حکیمانه لحن مرد تندتر میشود و میگوید: ای زن، راهزنی و مخالفت را رها کن، اگر مخالفت را ترک نمیکنی پس مرا ترک کن، به دنبال زندگی خودت برو. من به چیزهای خوب هم دلبستگی ندارم، تا چه رسد به چیزهای بد. دلم با همه در صلح است. اگر خاموش شدی و سکوت کردی بسیار پسندیده است، و اگر این کار را نکنی من همین الان خانه و کاشانه ام را ترک می کنم.
زن که میبیند همسرش بسیار خشمگین است و سرکشی میکند، شروع به گریه میکند. بر این اساس که گریه دام زنان است و با این روش میخواهد دل همسرش را به دست آورد و به خواسته خود برسد. بعد با لحن ملایمی میگوید: من از تو چنین انتظاری نداشتم. من امیدوار بودم که به خواسته منطقی من گوش بسپاری، نه اینکه مرا ترک کنی. زن با التماس بیشتری به گونه ای که خودش را فراموش کرده است میگوید: من خاک پای تو هم، نه همسر تو. اسم و جانم و همه چیزم متعلق به توست. حکم و فرمان در اختیار توست و من تسلیم امر تو هستم. اگر من از درویشی نالیدم و بیتابی کردم برای خودم نبود، بلکه به خاطر تو بود. تو در زندگی مشترکمان تا به حال دوای دردهای من بودی. من نمیخواستم که در بینوایی به سر ببری. اگر به فکر جان و تن خود بودم، باز هم به خاطر توست. من به خاطر خودم نگران نیستم. ناله و شیون من به خاطر درد و رنج توست. ای کاش از درون من با خبر می شدی. من حاضرم جانم را فدای تو کنم. حال که تو چنین نمی خواهی، من خاک بر سر زر و سیم می ریزم. زن با عشوه بیشتری ادامه می دهد: تو که در همه وجودم جای گرفته ای، چگونه می خواهی مرا ترک کنی؟ اگر روزی به خاطر توانایی هایت از من بیزاری به جویی، من از تو باز هم طلب پوزش می کنم. لطفاً زمانی را به یاد بیاور که من مانند بت زیبارو بودم و تو مانند بت پرست مرا می پرستیدی. من در دوستی و عشق تو سوخته شدم و ارزش پیدا کردم. هر کاری دوست داری با من بکن. من در هنگام آن گلایه ها در واقع دچار کفرگویی شدم. اینک به ایمان روی آوردم و با جان و دل مطیع فرمان تو هستم. من خوی شاهانه تو را نشناخته بودم، از این رو گستاخی کردم. چون به عفو و بخشش تو امید دارم، توبه می کنم و تسلیم تو هستم. حتی اگر بخواهی مرا بکشی حق داری. اما چرا از طلاق و فراق سخن می گویی؟ هر چه خواهی کن و لیکن آن مکن. زن عشوه‌گری خیش را افزون تر می کند و می گوید: در درون تو یک حس نهانی است که همیشه پیش تو شفاعت مرا می کند و من به اعتماد آن این گستاخی را کردم. شفیع من در حقیقت اخلاق بزرگوارانه توست که خطاهای مرا می بخشد. ای نازنین، اخلاق تو از صد من اصل هم شیرین تر است. مطمئن هستم که تو زشتی کار مرا خواهی بخشی. در همین لحظه زن شروع به گریه کرد. گریه هایش آنقدر دردناک و طولانی بود که دل آدم های عبوس هم به حالش می سوخت تا چه رسد به شوهر مهربان او. زن بدون این گریه های عشوه‌گرانه هم دلربا بود و در این حالت دلرباتر شد. در نتیجه صبر و اختیار شوهرش را رو بود. دلربایی زن می تواند دل مردان شجاعی چون رستم و حمزه عموی پیامبر را هم برو باید. رستم زال ار بود بس حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. زن مانند آتش است و مرد مانند آب. درست است که به ظاهر توان آب از آتش بیشتر است و آتش را خاموش می کند، اما آتش هم با ابزاری می تواند آب را خوش کند. پس در حقیقت آتش بر آب غلبه می یابد و در جدال های عاطفی این زنان هستند که بر مردان پیروز می شود. زن پرتو حق است، آن مشوق نیست. این رفتار زن همسرش را وادار به تسلیم شدن کرد و مرد از خشم و عصبانیت خیش و از اینکه زنش را سرزنش کرده پشیمان شد و تسلیم خواست زن شد و گفت: ای دل بر زیبای من، از کار خیش پشیمانم. من گستاخی کردم و حالا تسلیم تو هستم. تو گناهی مرتکب نشدی و خواستت درست بود. من خطا کردم، رحمی بکن و مرا ببخش. مولانا در این قسمت نکات مهم معرفتی و عرفانی را بیان می کند و به چندین حکایت کوتاه و تمثیل می پردازد و سپس خطاب به یاران با اخلاصش می گوید: شما به درستی به دنبال شنیدن پایان قصه هستید. اما در حقیقت ماجرای زن و مرد عربی همان ماجرای نفس و عقل است. وجود هر دو برای این جهان مادی ضروری است و روز و شب آن دو با هم در جدالند.
زن یا همان نفس به دنبال نیازهای مادی، آب و غذا و سفره و مقام است و برای رسیدن به مقاصدش گاهی تواضع می کند و زمانی سروری. عقل از ترفندهای او آگاه است و در فکرش جز غم عشق الهی چیز دیگری وجود ندارد. مولانا تأکید می کند گرچه سر قصه این دانه است و دام، اما چاره ای نداریم که صورت قصه را هم به پایان برسانیم، چون نباید تکبودی بود و از سوی هم توجه به مادیات تا زمانی که در خدمت معنویات است ضروری است و ایرادی ندارد. مرد دوباره تأکید کرد که دیگر از نزاع و مخالفت گذشته و تسلیم حکم و فرمان زنش است. هرچه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمد آن ننگرم. من تسلیم مطلق هستم و به خوبی و بدی فرمان تو توجهی ندارم. من در وجود تو فانی شدم، عشق تو گوش و جان مرا از کار انداخته است. زن پرسید آیا واقعا یار من هستی یا با حیله میخواهی نظر درونی مرا کشف کنی؟ مرد پاسخ داد به حق خدایی که بازگشت همه به سوی اوست و به حق او که این محبت را میان من و تو خلق کرده است سوگند میخورم که سخنان من برای امتحان کردن تو نیست و لاف دروغ هم نمیزنم. اگر حرفم را باور نمی کنی مرا امتحان کن تا ببینی چگونه حاضرم هر کاری برای خوشی و راحتی تو انجام بدهم. زن هم گفت امروز در مرکز جهان اسلام خلیفه حاکم است که جانشین و نایب پروردگار است. او مانند آفتابی جهان را روشن ساخته است و به همه جهان نور می بخشد. به خصوص شهر بغداد پایتخت از وجود او و احسانش مانند بهار با نشاط و زیبا شده است. اگر به نزد پادشاه بروی و از خاصان او شوی تو هم به مقام بالایی خواهی رسید. تا کی میخواهی با انسانهای بدبخت هم نشین شوی؟ هم نشینی با انسانهای سعادتمند مثل کیمیاست که وجود بیارزش تو را به طلا تبدیل میکند. مرد گفت من چگونه به دربار او بروم و از خاصان او شوم؟ چگونه بدون بهانه و دستاویزی می توانم به نزد شاه بروم؟ هیچ کاری بدون ابزار و وسایل به سرانجام نمی رسد. من باید دستاویزی برای این کار داشته باشم یا نیرنگ و اندیشه‌ای در سر پرورانده باشم. زن گفت این افکار تو اشتباه است. تو کار پادشاه کریم را با کار خودت قیاس می کنی. خلیفه مانند خداوند خانه کرم گسترده و همه را برای میهمانی دعوت کرده است. در موضوعات مادی باید به دنبال سبب و علت و دستاویز گشت، اما وقتی شاه کریم به میدان آمد و احسان و لطف خودش را به بندگانش عرضه داشت، دیگر برای بهره‌مندی از لطف او نیاز به بهانه و سبب نیست. اتفاقا در این موقعیت اگر به دنبال ابزار باشی، این خودش این ادعا و تکبر است. ابزار و بهانه را رها کن و با تکیه بر کرم او به درگاهش برو. مرد گفت بحث من کرم و لطف پادشاه نیست. من باید وضعیت روحی و معنوی خودم را بسنجم و آمادگی لازم را پیدا کنم. من باید شایستگی حضور را یافته باشم. درست است که درگاه او بر روی همه باز است، اما هر کسی نمیتواند به آنجا برود. دست کم من باید بتوانم فقر و ناداری خیش را برای او اثبات کنم تا دل رحیم او بر من رحم آورد. ای زن، غیر از حرف و گفتگو شاهدی برای فقر و مسکنت ما پیدا کن. زن با تأکید سخنان همسرش گفت بهترین راه اثبات صداقت تو این است که از خواست خود دوری کنی و همه علایقت را رها کنی و از طرفی هم آنچه سرمایه ماست با خود به پیشگاه پادشاه ببری. ما در این بیابان جز سبویی که آب باران در آن جمع شده است چیزی نداریم. همین سبوی آب را بردار و آن را به پادشاه پیشکش کن و به او بگو در بیابان بی آب و علفی که ما زندگی می کنیم هیچ چیزی بهتر از این آب پیدا نمی شود. گرچه خزانه او پر از زر و گوهر است، اما مطمئنن چون این آبی کمیاب و با ارزش در درگاه او یافت نمی شود. اگر این کوزه آب پاک را به درگاه او ببری، او حتما با لطف خود
آب پاک تو را میپذیرد و تو را جزو خاصان خود قرار میدهد. زن نمیدانست که در کنار راهی که به بغداد میرود رودخانه دجله قرار دارد که همانند رود جیهون آب شیرین و فراوانی دارد. مرد هم از این نکته غافل بود و لذا پیشنهاد همسرش در نظر او بسیار پسندیده جلوه کرد. مرد با خوشحالی گفت این چنین آب زلالی در هیچ جای جهان یافت نمی شود. این آب مثل آبهای بهشت خوشایند است. سر سبو را محکم ببند و این هدیه سودمند ما را در داخل نمدی بپیچان تا سرد و خنک بماند تا وقتی به پیشگاه شاه می رسم او روزه خود را با این آب پاک باز کند. آن بیچاره ها اینقدر آب تلخ و شور خوردند که دچار بیماری های گوناگون شدند. زن به سفارش مرد عمل کرد و سبو را آماده ساخت. مرد سفر سخت و طولانی خیش را با ترس و لرز آغاز کرد و بسیار مواظب بود که گزندی به آن آب نرسد. زن هم بعد از آغاز سفر شوهرش سجاده نیاز و زاری را گسترد و برای حفظ آب و به سلامتی رسیدن همسرش دعا و مناجات کرد. از دعاهای زن و زاری او و از غم مرد و گرانباری او سبوی آب از دست برد دزدان و گزند سنگ ها در امان ماند و مرد آن را به بارگاه خلیفه رساند. همین که به بارگاه خلیفه رسید دید که منزلگاهی با شکوه و پر از نعمت است و نیازمندان و فقیران جمع شدند و به کرم و لطف خلیفه امید بستند و هر لحظه نیازمندی از آن لطف برخوردار می شود و باز می گردند. نکته مهم این بود که هر کس هرچه می خواست مورد اجابت واقع می شد. در این بارگاه کافر و مؤمن زیبا و زشت یکسان بودند و لطف پادشاه مانند خورشید و باران بود که به همه می رسید. مولانا گریز می زند به لطف عام و گسترده خداوند و بر این نکته تاکید می کند. همچنان که گدایان محتاج بخشندگان هستند، بخشندگان نیز محتاج گدایان هستند تا بخشش وجود خود را آشکار سازند. به این دلیل است که خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید ای محمد بر سر گدا و مسکین بانگ مزن، زیرا گدا آینه ایست که جود کریم در چهره آن تجلی پیدا می کند. اگر گدایی نباشد کرم و بخشندگی معنا نمی یابد. پس گدایان آینه جود حقند. خلیفه با علوم شهودی از سفر مرد عرابی مطلع شده بود و منتظر دیدار او بود و با ندای درونی بانگ می زد که ای طالب کرم ما، بیا که ما به دیدار تو محتاجیم. پس همین که مرد از بیابان دور به دارالخلافه رسید، نزدیکان خلیفه به استقبال او آمدند و گلاب لطف و محبت بر لباس او پاشیدند. بعد با عزت و احترام احوال او را پرسیدند و به او گفتند ای بزرگ عرب، تو اهل کجایی و با رنج سفر چگونه ای؟ انشاءالله که سختی های سفر آزار رسان نبوده است. مرد به آنان گفت من امیر عرب نیستم، آدمی گدا و مفلس هستم. اگر به من وجهی بدهید من وجه العرب امیر عرب می شوم و اگر به من پشت کنید بزرگی و شرافتی ندارم. من غریبی هستم که از راه دور به امید دریافت الطاف سلطان آمدم. بوی احسان شاه بیابانها را فرا گرفته است و از احسان او ریگهای بیابان هم جان یافتند. شکوه و عظمت او در چهره شما نیز نمایان است. بزرگی و شکوه شما از طلای خالص هم با ارزش تر است. من تا اینجا به منظور دریافت دینار آمدم. اما چون به درگاه خلیفه رسیدم و عظمت و شکوه او را دیدم مست دیدار او شدم. مانند کسی که برای خرید نان به سراغ نانوا می رود و وقتی حسن نانوا را می بیند نان را رها می کند و عاشق نانوا می شود. من به این درگاه به قصد کسب چیزی آمدم، اما وقتی به اینجا رسیدم گویی به صدر رسیدم و مقامی بلند یافتم و هیچ آرزویی ندارم جز دیدار خلیفه. در این حال مرد عرب سبوی آب را به پیشگاه خلیفه تقدیم کرد و به حاجبان درگاه گفت این هدیه با ارزش را که آب گوارایی است
در سبوی تازه و از آب باران در گودالی جمع شده است تقدیم خلیفه کنید و سپس درخواست مرا نیز برآورده سازید. حاجبان از این ارمغان بیارزش تعجب کردند، اما آن را با جان و دل پذیرفتند، زیرا که لطف شاه آگاه و مهربان در همه ارکان حکومتی اثر کرده بود و حاجبان او نیز مهربان بودند. خوی شاهان در رعیت جا کند. حال که چنین است، لطف بیکران خداوند نیز در سراسر خلقت او اثر کرده است. خداوند با لطف و رحمت در جهان جلوه‌گری کرده است و کارگزاران واقعی او نیز اهل رحمت و شفقت هستند. مولانا با ذکر ماجرای نحوی و کشتیبان اشاره‌ای به رمزگشایی داستان می کند. آن سبوی آب دانش‌های ماست. وان خلیفه دجله علم خداست. ما چون از دجله علم الهی بیخبریم، سبوهای پر از دانش ناقص خود را به سوی او میبریم و خداوند با لطف بیکرانش هدیه اینا چیز ما را میپذیرد. وقتی حاجبان گزارش حال آن مرد را به خلیفه دادند و خلیفه از احوال او و هدیهش آگاه شد، آن سبو را پر از طلا کرد و خلعت بیشتری هم به او بخشید و آن مرد را از فقر و فاقه نجات داد و به حاجبان گفت این هدایا را به او بدهید و هر وقت خواست بازگردد او را از راه آبی برگردانید تا راهش نزدیکتر شود. چند روزی مرد عرب در آنجا بود. بعد که قصد بازگشت کرد او را از راه آبی سوار بر کشتی کردند. همین که سوار کشتی شد و دجله بزرگ را دید از شرم و حیا به سجده افتاد و گفت که عجب لطفان شه وهاب را، وین عجبتر کو ستد آن آب را. آن دریای کرم چگونه این ارمغان بیارزش را سکه تقلبی مرا پذیرفت. مولانا در این قسمت به تعبیل بخشی از این داستان می پردازد. ای انسان، همه جهان به منزله یک سبوست که لبریز از دانش و لطف خداست. زیبایی های این جهان قطره ای از دجله زیبای رحمت خداوند است. خداوند مانند گنجی نهان بود که از شدت فزونی هستی را شکافت و در جهان تجلی یافت و جهان خاکی را نورانی تر از افلاک کرد. گنج مخفی بود پری جوش کرد و انسان را پادشاه پرشکوهی ساخت. اگر خداوند بنده ای را به فقر و گرسنگی مبتلا می کند، می خواهد مانند آن مرد و زن عرب به درگاه او بشتابند و نیاز و درخواست خود را به او عرضه دارند. مولانا میگوید ما در ضمن این داستان از احسان شاه در حق آن بینوا سخن گفتیم تا این نکته را بیان کرده باشیم. اگر این حکایت طولانی شد و کمی به صورت پراکنده بیان شد، به سبب این بود که داستان بنده و خداوند و عاشق و معشوق داستانی بی سرانجام است. حاشا الله، این حکایت نیست، این نقد حال ما و توست، این خوش ببین. در پایان این داستان مفصل مولانا یکی از راه حل‌های همیشگیش را یادآوری می‌کند و آن اطاعت از پیر است. اگر انسان بدون راهنما بخواهد راهی را طی کند، دچار حیرانی و سرگشتگی می‌شود. تا چه رسد به راه سلوک و طی طریقت که راهی خاص و منحصر به فرد است و بدون شکته این مرحله بدون همراهی و راهنمایی پیری راه شناس ممکن نیست. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. این مسئله آنقدر اهمیت دارد که پیامبر و علی علیه السلام وصیت می کند ای علی، تو شیر حق و پهلوان شجاعی هستی. در راه حقیقت به شجاعت و شیر بودن خود اعتماد مکن، بلکه پیری عاقل و راهشناس برای خودت انتخاب کن تا در سایه آن پیر از شر وسوسه های نفسانی و لغزش های درونی خلاص شد.